این قرآن ام در دنیا هست ام در آخرت هست. این نور قرآن در دنیا، در قبر، در میدان محشر، در زبانی که مسلمان نیاز داره، قرآن میاد اونجا شفاعت میکند. اقرا القرآن، مسلمان ها قرآن را بخوانید. فإنه یأتی یوم القیامة، این قرآن روز قیامت می آید، شفیعا لأصحابه، برای دوستان خودش شفاعت می کنه. و الله تعالی شفاعت قرآن را رد نمی کنه. قرآن بخواهد از الله تعالی، قرآن تقاضا کنه از الله تعالی، الله تعالی تقاضا و شفاعت قرآن را می پذیره. در روایت است که حضرت صلی الله علیه و سلم می فرماید که روز قیامت قرآن شفاعت می کنه برای صاحب و دوستش که این دوست من بوده، عزیز من بوده است، زبانش معطر به آیات من بودند، شما این را مغفرت کن، بر اون تاج کرامت بذار. سبحان الله، در میان انسان بر قاری قرآن و حافظ قرآن و عامل قرآن و محب قرآن که سینهش خانه قرآنه تاج کرامت میذارن. و دوباره قرآن تقاضایی داره از الله تعالی، پروردگارا در اون میدانی که همه برهنه هستن شما لباس کرامت هم بپوشان. اقرا القرآن فانه یاتی یوم القیامه شفیعا لاصحابه، قرآن را بخوانید که این قرآن روز قیامت برای یاران و دوستان خودش شفاعت می کند. اقرا القرآن، اون از رسول الله علیه و سلم می فرماید اقرا القرآن فان الله لا يعذب قلبا والقرآن، قرآن را بخوانید، الله تعالی قلبی را که قرآن را حفظ کرده عذاب نمیدهد. سبحان الله. فإن الله لا يعذب قلبا والقرآن، دلی که قرآن را حفظ کرده، دلی که با قرآن آباد شده، قلبی که با قرآن نورانی شده است، به برکت این قرآن از عذاب الله تعالی در امان این پیام محمد صلی الله علیه و سلم هست. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها می فرماید قالت ابتعت علی عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت، یک شبی بعد از نماز عشاء من مکس کردم دیرتر به محضر رسول خدا صلى الله عليه وسلم رسیدم. اون حضرت فرمودن، عایشه هست، ام المؤمنین عایشه صدیقه هست، می فرماید شبی بعد از نماز عشاء دیرتر به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیدم، ثم جئت، بعدم به محضر اون حضرت آمدم. فرمود فقال این کنت، عایشه شما کجا بودید؟ من منتظر شما ماندم. قلت کنت استمع قراءة رجل من اصحابك لم اسمع قراءته مثل قراءته وصوته من احد. حضرت عائشه فرمود ای رسول الله، از درون مسجد، خوب توجه کنید، عشق و علاقه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها را به قرآن و تلاوت قرآن و شنیدن قرآن ببینید چی دوگونه هست. چی می فرماید؟ ای رسول خدا، من قرائت صحابی را شنیدم از اصحاب شما که تا به حال این چنین قرائتی را و این چنین صوتی را از احدی نشنیدم. قالت، سبحان الله، عایشه می فرماید، وقتی عایشه از قاری قرآن تعریف می کند
که داره قرآن تلاوت میکنه و تلاوتش مورد پسند عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها شده هست. سبحان الله. فقامه محمد صلی الله علیه و سلم بلند شد و قمت معه. عایشه میفرماید من هم با اون بلند شدم، رفتیم اونجایی که من اون صدا را میشنیدم. حتی تا استمع له ثم التفت الی فقال، رفت اون صدا را شنید، بعد نگاهی به طرف من عایشه کرد و فرمود عایشه هذا سالم مولا ابی حذیفه، این سالم غلام ابو حذیفه هست. الحمدلله. سبحان الله. پیامبر چه دعا میکند؟ الحمدلله الذی جال فی امتی مثل هزا. تعریف برای خدایی که در میان امت من مثل این افراد را قرار داده هست که چنان قرآن تلاوت می کنند که عایشه هم از تلاوت آن به اصطلاح به وجد می آید، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هم از تلاوتش به وجد می آید. قلبهای مریض ما را با صدای قرآن مداوا کنیم. جوان، فرزند، پسر جوان، دختر جوان، مرد مسلمان، زن مسلمان، اون قلب قلب مریضه، اون گوش گوش مریضه که با صدای موسیقی و صداهای آرام، صداهای حرام آرام میشه، وگر نه قلب پاک، گوش پاک، آرامشش با یاد خدا و صدای تلاوت قرآن مجید هست. چقدر زیبا هست. گاهی من تصاویر را میبینم، کودکی نشسته قرآن تلاوت میکند و خواب میره، قرآن بر سینهش میفته. چقدر زیبا هست که مادر مسلمان قرآن تلاوت کند و بخوابد، مرد مسلمان قرآن تلاوت کند و آرام بگیرد، جوان مسلمان قرآن تلاوت کند و آرام بگیرد.